سلام بر شما بینندگان و شنوندگان 37مین قسمت از سری جدید پادکست های حزب سکولار دموکرات ایرانیان. بیژن آتشین جان هستم، عضو این حزب و نظر شما رو به پادکست این هفته جلب میکنم. یکی از معماهای سیاسی در سپهر مخالفان حکومت اسلامی مسلط بر کشورمون مسئله وجود جمع کثیر ایرانیان خارج کشوره که تعدادشون به میلیون ها نفر میرسه و در سراسر جهان ساکنند و اغلب فعالند، اما هرگز ارتباط خودشون رو با وطنی که به خاطر نفرت از حکومت فعلی اونو ترک کردن نبریدن. به راستی سهم اونا در مبارزه با این حکومت چیه؟ حکومت مسلط بر کشورمون میکشه این سهم رو ناچیز و ناکارآمد نشون بده. این حکومت تا تونسته چهره های مخالف خودش در خارج کشور رو کشته یا رو بوده و گاهی هم خریده. با این حال همیشه منکر تأثیر نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور بوده. مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران در روز یکشنبه 3 مرداد میزبان آقای حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت دوران گذار بود. البته موضوع سخن پاسخ به این پرسش بود که چرا برآمد یک رهبری سیاسی انتظاری ملی است. و ایشان در طی سخنرانی خودشون به مسئله داخل و خارج هم اشاره کردند که ما در پادکست امروز همین تکه 8 دقیقه‌ای از سخنان ایشان رو انتخاب کردیم تا درباره این موضوع بحث کنیم. با هم ابتدا گوش کنیم به سخن آقای حسن شریعت‌مداری و سپس برای بحث و گفتگوی بیشتر به اتاق زوم نشست حزبی خودمون بریم. با ما باشید. دوره جدید بشریت با آمدن اینترنت یک امکانات ویژه‌ای رو در دسترس کف جامعه گذاشته. اونها به طرز شگفت‌انگیزی به هم وصل شدند. می توانند با هم صحبت کنند. می توانند چاره‌جویی کنند. می توانند اتحاد تشکیل بدن و می توانند عمل کنند. اما خیلی چیزهای دیگر رو در محیط پلیسی نمیتونن بکنن، چون عین این امکانات در اختیار حکومت ها قرار گرفته. اگر در انقلاب 57 نظام سلطنت نمی توانست از اینترنت برخوردار بشه، مردم هم نمی تونستن. وسیله ویدیو بود. امروز هم مردم این امکانو دارن و هم حکومت داره. حکومت پلیسی امروز هم مجهز به بهترین این امکانات است و خیلی جلوتر از جامعه از این امکانات سود می برد. بنابراین اساساً نظام بر 3 محور سعی میکنه که جلوی هر نوع اتحاد و مرکز ثقلی رو در خارج از حیطه نفوذ خودش که خارج از کشور بگیره. 1، اینهایی که خارج کشورن بینشون افراد تجزیه طلبی وجود دارن که با خارجی ها ساختن و میخوان مملکت جدا بشه. 2، میدان اصلی مبارزه داخله و اینهایی که خارجن کاری نیستن. اینا اصولا سالهاست رفتن لب رودخانه های خیلی خوشمنظر و شهرهای خوب زندگی میکنن، زندگی های مرفعی دارن، درداشنا نیستن، نمیدونن در جامعه چی میگذره، از حقایق جامعه دورن و اینها کاری از دستشون بر نمیاد. هر که هست درون کشوره و باید رهبری درون کشور باشه. 3، اپوزیسیون تا حالا هیچ کاری نکرده، همش دو سر و کله هم زده و اپوزیسیون عده‌ای خودخواهند که هیچ کاری جز رقابت با هم ندارن و اغلبشون هم خود فروختن و از اینجا و اونجا پول میکنن. خب با این 3 حربه عده زیادی از هموطنان ما خواه و ناخواه هم صدا میشن، برای اینکه رگه‌های در واقعیت وجود داره ولی در اون طوری مبالغه میشه که اون طرف قضیه رو در حقیقت از چشمان دیگران دور میکنه. یکی یکی میپردازیم. 1، برچسب تجزیه طلبی به شورای گذار و کسانی که سعی کرده این نظام بزنه، شورای گذار نشان داده که چنین چیزی نیست. ما بین هویت طلبی که حق هر شهرونده با تجزیه طلبی که حق نیست ولی جرمم نیست تفاوت فاحشی قائل، و با تجزیه طلبان هیچ رابطه‌ای نداریم، برای اینکه هدف ما تمامیت ارضی است
و در اپوزیسیون ایران هم اونهایی که سالها مبارزه کردن درشون اثری از تجزیه طلبی نیست. تجزیه طلبان گروه های حاشیه‌ای پرسر و صدا و بسیار فعال و اغلب دارای روابط خارجی است و در اپوزیسیون ایران این چیزها مفقوده. دو، اینکه داخل و خارج با هم فرق داره مسلمه، منتها داخل هم محدودیت های خودشو داره. داخل یک فضای پلیسی و امنیتی است، یا باید تسلیم سانسور حکومتی بشید و خودتون رو طوری تنظیم کنید که شما رو نگیرن، یا اگر تحول کردید شما رو ایزوله میکنن یا اذیت میکنن یا میگیرن و کاری میکنن که هزینه نزدیکی به شما زیاد بشه و شما کسی سراغتون نیاد، و یا اینکه تسلیم این میشید که یک فیک اپوزیسیون بشید و تحت رژی اونها کار کنید. و بنابراین این که باید در خارج یک مرکز ثقل سیاسی به وجود بیاد ولی جای خالی برای همه بگذاره که در قهرمانان میدانی که در ایران با شهامت دارن مبارزه میکنن شکی نیست. مدل آینده رهبری اصولا یک رهبری فرد محور و متمرکز نیست، تلفیقی از شبکه و ساختار هست، همونطور که در شورای گذار ویدیوش هست، میتوانید بروید ببینید و چنین تلفیقی به وجود خواهد آمد. بنابراین ما ناگزیریم به ایجاد مرکز ثقل سیاسی در خارج بها بدیم. سه، این که اپوزیسیون هیچ کاری نکرده دروغه. اگر هیچ کاری نکرده چرا این هزینه رو میپذیرید که مسیح علی نجات رو بروایید؟ چرا تا حالا بیش از 110 تن از کسانی رو که در خارج کشور بودن ترور کردید و همچنین در صدد ترور افراد هستید؟ چرا این همه هزینه میگذارید که صحبت های اینا شنیده نشه و پارازیت میندازید؟ همین انتخابات اخیر رو رأی بی رأی و نه به جمهوری اسلامی که از خارج هدایت شده بود به این وضع انداخت. بنابراین ادعاها در یک کلمه صحیح نیست و چنین ادعاهایی رو ادعی نباید باش همراه بشن. من ادعای زیادی از خبرنگاران رو در مدیا میبینم که تحت تاثیر این قرار میگیرن، اپوزیسیون رو نفی میکنن. ادعای زیادی رو میبینم که با گرایش های ناسیونالیستی قوی و پانیرانیستی در حقیقت در سایت های کلاب هاوس شروع به حمله به انواع ماها میکنن و همصدای با این نظام میشن. عده زیادی رو از اینایی که داخلن برای حفظ امتیازات نسبی میبینم که غافل میشن از این توطئه نظام و داخل و خارج رو عمده میکنن، و بنابراین اینها موانعی است که وجود داره. ما امشب باید بحث بکنیم که چگونه خودآگاهانه باید بر این موانع غلبه بکنیم، صدای رسای مردمی باشیم که در خیابانن. تجزیه طلبی مسئله آینده ایران نیست. شما در آذربایجان دیدید که چقدر شعار آذربایجان اویاخته خوزستانا دایاخته، آذربایجان بیدار است و پشتیبان خوزستان است، پیشرفت. عده کوچکی را هم سپاه و تجزیه طلبا بسیج میکنن و صحبت الاحواز و از اینجور چیزا میکنن، ولی اغلب طبقه متوسط مردم آذربایجان و اغلب مردم آذربایجان هوادار یک ایران واحدند و هیچ ترسی در این مرحله وجود نداره. دیدید که برخلاف اون که اینها تلقین میکردن، آذربایجانی ها هم آمدند بدون اعتنا به اینها و با مردم سراسر کشور متحد شدند. در کردستان هم همین خواهد بود، در جاهای دیگه هم همین خواهد بود. بنابراین تجزیه طلبی چنون خطر عمده‌ای نیست که عده‌ای چنان اون رو برجسته میکنن که مانع هر اتحادی بشه. امیر جوانپیکر بفهمید، خواهش میکنم. آقای جوانپیکر، من خیلی سپاسگزارم خانم قیاسمند، با درود خدمت همه دوستانم و کسانی که بیننده یا شنونده این پادکست رو هستن. عرض شود حضورتون که این ویدئویی که از برنامه مهستان پخش شد، آقای شریعت مداری در
سه محور ایشون صحبت کرد در رابطه با مسئله اختلاف در واقع در مورد عدم موفقیت به وجود اومدن یک مرکز ثقل رهبری در درون اپوزیسیون. سه محوری هم که ایشون توضیح دادن خب ممکنه که برای بعضی یا توش بعضی مسائل هنوز درست یا نیفتده باشه، از نظر ادبیات که ایشون مصرف استفاده میکنن یا اساسا سابقه صحبتهای ایشون غیر گذاره. این که ایشون میفرمان مثلا هویت طلبی با تجزیه طلبی، ما بین این دوتا رو فرق میذاریم و تجزیه طلبی اینجوریه، هویت طلبی اونه. به نظر من سخنان بسیار موضع‌گیری بسیار روشن و شفافی بود برای اولین بار در رابطه با مسئله مشکلاتی رو که اپوزیسیون در کل در خارج کشور داره در رابطه با رژیم. اون سخنی رو که در انتهای صحبتاشون گفتن راجع به خبرنگارا یا رپورترهایی که چگونه از ترفندهای رژیم به اصطلاح پیروی میکنن و به دامش میفتن و دائما منفی نگاه میکنن به قضیه اپوزیسیون و اجازه نمیدن که یک مرکز ثقلی در خارج کشور به وجود بیاد که بتونه، و دلایل این که چرا باید در خارج کشور به وجود بیاد رو البته خیلی جامع صحبت کرده بودن، فکر میکنم قبلش صحبت کردن، ولی در شروع صحبتشون گفتن امروز دیگه اون شکل رهبری فرد محوری از بین رفته و رهبری شبکه‌ای و یا شورایی جاش گرفته. من خودم با این حرف موافقم، یعنی واقعا تو جهان متمدن و جهان مدرن امروز طبیعیه که اینجوری باشه، ولی آیا میشه اینو به جامعه خودمون تسری داد؟ من فکر نمی کنم بتونم بدون آمار و ارقام درست و صحیح به اصطلاح بتونم یه همچین چیزی رو در موردش قضاوت کنم یا نظر بدم، چون واقعیتش اینه که فعالیتی که در درون جامعه میشه، در واقع جریان میدانی که در درون جامعه وجود داره، از فعالیت و موضع اون رفتار اپوزیسیون در خارج کشور تقریبا مستقله. ما هیچ کدوم در خارج کشور نمیتونیم حدس بزنیم کدوم شهر بلند میشه، کجا میخواد اتفاق بیفته و چه شعارهایی داده میشه، شعارهایی که بعضا من خودم شخصا واقعا در حیرت میمونم این شعار چقدر شعار پر مغز و پر محتواییه و چطور اینا این شعارها رو میدن و یا چطور از شعارهای خیلی معیشتی و اون خواسته های صنفی شروع میکنن و یه مرتبه میرن به طرف رادیکال شدن. و البته ما این رو توی جنبش 88 هم شاهدش بودیم، شاید اولین بار میرن و خود نظام و سیستم و خود خامنه ای رو هدف میگیرن. این قضیه در درون به نظر من از فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور مستقله و خارج کشور سعی میکنه در این رابطه صدای اونها باشه، تنها کاری که میتونه بکنه در واقع، بتونه اون فیلم ها و تصاویری که میاد، اخباری که میاد گسترش بده، انتشار بده و به هر حال تا میتونه به این قضیه از نظر آوائی بهش کمک بکنه. ولی ما خودمون میدونیم که نمیتونیم برای درون کشور خط مشی تعیین کنیم، همشون خودشون حرکت میکنن، شعارهایی که میدن خودشون از دل خودشون در میاد. و البته این قسمت از صحبتهای آقای شریعت مداری نبود، تو این بعدها در مهستان بعدا تکرار کرد راجع به مسئله اون نگاه مارکسیستی و حتی روسویستی که همه معتقدن که یعنی الان دیگه برخلاف گذشته مردم دنبال این که
رهبر از درونشون در اون اتفاقات به وجود بیاد نیستن. رهبرها از قبل تعیین میشن، از پیش شبکه‌ای تماس میگیرن، یعنی وضعیت علمی و الکترونیک و اطلاعات به اون مرحله رسیده که دیگه نیازی نیست به اون شکل. من نمیدونم چقدر میتونم در این مورد به اصطلاح نظر قاطع بدم، چون هم شرایط جامعه رو میبینم، هم شرایط جهان مدرن رو میبینم. آره، در جهان مدرن همه چی با این قضیه میره جلو. ایشون مثال مصر و تونس و اینا رو هم زد، ولی در جامعه ما یک حکومتی وجود داره که اولین اسلحه‌ای که داره سانسوره، و اینکه کلید این اینترنت دست اونه. همین تظاهرات خوزستان اینترنت تعطیل شد، خب بستن اینترنت رو، نمیذارن پخش بشه. در نتیجه اون جریان هم، اون چیزی که آقای شریعت مداری میگه، چندان در درون جامعه نمیتونه شکل بگیره، مگر اینکه واقعا این سیستم سرکوب یه مقداری کم بشه و حکومت یه مقدار عقب بشینه. الان ما میبینیم یکی از سخنرانی‌های خامنه‌ای در این رابطه بوده که مردم اعتراض کردن، مردم جنوب به حق دارن و نباید بهشون اعتراض کرد، ولی از اون ور دارن با گوله میزنن تو بک پهلو مردم. خب این صحبت این با اون عمل که جور در نمیاد، که حق دارن و باید به مشکلاتشون رسیدگی کرد. هم اون گفته، هم روحانی گفته، هم رئیسی، ولی عملا کار دیگه میکنن به جای رسیدگی به وضعیت بحران. و خب در شهرهای دیگه هم بلند شدن، خبراش پخش نشد تا اندازه‌ای، ولی بیشتر اومد بیرون. به هر حال در رابطه با صحبت‌های آقای شریعت مداری در مهستان، من فکر میکنم که تحلیلشون، اون اخبار و اطلاعاتی رو که داشتن درست بود، درست مطرح کردن اون تئوری رو، ولی از نظر اجرایی با جامعه ما یه مقدار مشکل داره. من فکر کنم اونجوری نمیشه، حتما به اون شکل نخواهد بود. برای من از من بس و ممنون از زمانی که من دارم. خیلی ممنون آقای محمود عبتهی، وقت در اختیار شماست، بفرمایید. متشکرم از شما. عرض کنم که در این مواردی که صحبت شد، چند وقت پیش در یکی از نشست‌های مشترکی که چند تا از گروه های اپوزیسیونی با هم داشتند، من خاطرم است که دکتر نوری‌علا اشاره کردن، مقایسه کردن با ارکستراسیون و اشاره کردم اینکه این خارج و داخل هر کدوم نقش خودش رو داره، هر کدوم یک وظیفه رو بایستی در واقع دریابد و به دنبال اون باشه و انجام اون. اگر توجه کنیم به همون صحبت ها، این اصلش همون مرکز ثقلی است که تو صحبت های آقای شریعت مداری هم هست، میگوین یک مرکز ثقل. خب به دلایل بسیار روشن این مرکز ثقل باید در خارج از کشور باشد. این اصلا به معنای حذف کردن سیاستمدارای درون کشور یا فعالین درون کشور نیست. این یک ضرورتی است تا اینکه اون ماشین سرکوب حکومت از کار بیفته. یعنی بسیار روشن، ماشین سرکوبی که از کار افتاد، این مرکز ثقل باید منتقل بشه به درون کشور. این نقش بسیار برجسته است که اپوزیسیون باید داشته باشه، یعنی بایستی مرکز ثقل سیاسی یا آلترناتیو، مرکز هماهنگی مدیریت، این باید در خارج از کشور باشه. اگر بخوایم نگاه کنیم در واقع این ربطش بدیم به اینکه آیا اپوزیسیون کاری کرده یا نکرده، باید ببینیم خب از اپوزیسیون چه انتظاری است. یک بخش از انتظاری که از اپوزیسیون هست اینه که یک گفتمان سازی بکنه و بعد بر پایه اون گفتمان به دنبال اون بتونه یک سازماندهی بده، یعنی خودش هم بتونه اون گفتمان رو یک مرکزیتی بهش بده، یک تشکیلاتی بسازه که بتونه از نظر سیاسی اون گفتمان رو مدیریت بکنه، هدایت بکنه. اپوزیسیون در بخش نخست موفق بوده. ما الان میبینیم گفتمان سکولار دموکراسی غلبه پیدا کرده، غالبه، گفتمان غالب هست، همه میپذیرن، همه میگوین ما سکولار دموکرات هستیم، حقوق بشر رو همه میگوین بهش احترام میذاریم. اینها در واقع همون بخشی است که اپوزیسیون مثبت انجام داده، و اگر این رو بخوایم بگیم که اپوزیسیون نکرده، خب
بی انصافی است. پس اپوزیسیون در این حد وجود داشته و دلیلش هم همون سرکوب داخل است. آزادی بیان نیست، کسی که در داخل بخواد این صحبت ها رو بکنه با مشکل مواجه میشه و مبارزینی که در خارج از کشور بودن در تبعید بودن این نقش رو پذیرفتن و انجام دادن در سالهای طولانی. ولی خب وقتی میرسیم به سازماندهی و همون مرکز صدق میبینیم الان خبری نیست. اگر همه این فعالیت ها به اون منتهی نشه، اپوزیسیون نتونسته از فعالیت هاش نتیجه بگیره. اگر اپوزیسیون نتونه اون آلترناتیو رو در خارج از کشور ایجاد بکنه، اگر اون مرکز رو نتونه در خارج به وجود بیاره، خب اون نتیجه نهایی که بنا بوده به دنبالش باشه و بهش برسه، حالا این بنا بوده نه به این که یک قراردادی با هم داشتن، من تصور میکنم اگر که بنا بوده به صورت منطقی اگر قرار بود ما نتیجه‌ای بگیریم، در واقع وظیفه‌اش رو درست انجام نداده. یعنی الان اپوزیسیون در یک اپوزیسیون خارج از کشور به ویژه با یک تست بسیار بسیار مهمی روبروست که آیا میتونه هر آنچه تا الان انجام داده با نقاط ضعف و قوتی که داشته ازش نتیجه بگیره نه. اگر نتونه، کسانی که میگن اپوزیسیون کاری ازش ساخته نبوده، کاری نکرده، تا حدودی میشه گفت که بیراه نمیگن، یعنی باید بتونه این کارو بکنه. به هر صورت من به خاطر که صحبتم به درازا نکشه اینطور در واقع متوقف میشم، میتونن دوستان حتما در تکمیل صحبت دارن. ولی یه مسئله دیگه که مطرح بود تو صحبت‌های جناب شریعت مداری، مسئله هویت طلبی است. خب این هویت، وقتی ما میگیم هویت، هویت چگونه به وجود میاد؟ من و دیگری، ما و آنها، یعنی این هویت رو ما چگونه تعریف میکنیم؟ هویتی که ما میخواییم چیست؟ این خودش میتونه مسئله ساز باشه و بحث رو بسیار پیچیده بکنه. من فکر میکنم ما باید نگاه حقوقی داشته باشیم. ما میگیم ما یک ایران بی تبعیض میخواییم، مبارزه ما برای اینی که تمام تبعیضها برداشته بشه. اگر هر آنچه که اقوام ما در هر جای ایران به دنبالش هستند در اون چارچوب حقوق بشر و رفع تبعیض‌ها میگنجه، تماما حقشون هست. ولی اگر یک بخشی بگه هویت من چنین و چنان هست و در تقابل با هویت دیگری قرار میگیره که اون هم ایرانی است، خب این مشکل ساز خواهد شد. من فکر می‌کنم این جزئیات ما باید بهش توجه کنیم. الان بیشتر سعی بکنیم که از یک در واقع نگاه حقوقی داشته باشیم به مسئله و اون مسائل این گونه رو که بیشتر به آنتروپولوژی برمیگرده یا نگاه‌های فرهنگی، اون رو بگذاریم در یک ایران آزادی در یک زمان مناسبی بر سرش صحبت بشه و کسانی که میدونن بهتر راجبش کار کنن، تحقیق کنن و در جامعه این افکار در واقع مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره. ما امروز دنبال یک چارچوب حقوقی مناسب برای کشورمون هستیم. بحث‌هایی رو که بایستی در واقع دامن بزنیم از اون چارچوب نباید خارج بشه. حقوق برابر ما میخواییم برای همه ایرانی هم. و خب اپوزیسیون خارج هم بخش بسیار مهمی است و نقش مرکزی داره در هدایت این مبارزات به باور من، اگرچه که میدان در داخل است. عرض من تمام. خیلی ممنون. خانم سارا فرزاد، زمان در اختیار شماست. البته من هم در ادامه صحبت آقای محمود ابتهی خواستم همین بحث هویت طلبی رو بگم که ایشون در بعضی قسمتی از صحبتاشون گفتن هویت طلبی حق هر شهرونده، اما من انتظار داشتم که آقای شریعت مداری یک تعریفی هم از این هویت از این هویتی که حق شهروندان هست هم توضیح بدن، چون در برابر با تجزیه طلبی این رو اشاره کردن، حتی اشاره کردن تجزیه طلبی هم جرم نیست، اما از نظر اپوزیسیون مذموم هستش. و بعد گفتن هویت طلبی حق مردم هست، ما به این احترام میذاریم. این هویت کدوم بخشه؟ هویت قوم؟ اگر وقت مربوط به هویت قومی و جغرافیایی و اینها بشه، بحث تجزیه طلبی پیش میاد که منم موافقم با صحبت آقای ابتهی که به نظر من ما حزب سکولار دموکرات باید چند مفهوم رو از ایشون بخواد که در موردش توضیح دقیق بدن. یکیش همین بخش هست که در گفتگوهای مختلفی که من از جناب شریعت مداری در کلاب ها و سجاهای دیگه میشنوم، یک جورایی خیلی ضمنی بحث تجزیه طلبی رو کمرنگ
اشاره میکنن. حالا یا اعتقاد به فدرالیسم داره ولی یک به نوعی میان یک جوری تحلیل میکنن که تکلیف رو مشخص نمیکنن. اشاره کردن که ما جایی برای ما نداره تجزیه طلبی، ولی از اون ور میان دوباره یه چیزی میگن که ذهنها رو آشفته میکنن. به نظر من باید خیلی شفاف و دقیق این رو مطرح بکنن. بحث دیگه ای رو ایشون مطرح کردن، برای من جای یک علامت سوال داره، و اون این که ایشون خیلی با صراحت در مورد اعتراضات مردم داخل کشور، به نظر من اینجور قضاوت درست نیست. ایشون که بگن، یعنی من این جمله را دو سه بار خوندم، احساس کردم حتی مدل گفتنش هم شاید برای معترضان و مردم داخل خیلی جالب نباشه، که بگیم تصور ساده انگارانه است که مردم چون مرکز حقانیت هستند قادر به این هستند که از بین خود رهبر تعیین کنند. رهبری از درون مبارزات میجوشد. این تصور ساده انگارانه و احمقانه است که ما فکر کنیم که از درون میتوان به این رهبری و مرکز ثقل سیاسی رسید. خب من فکر میکنم این از یک فردی مثل آقای شریعت مداری این موضع گیری با این شکل درست نیست و نباید مردم رو اینقدر در حاشیه این اعتراض قرار بده. در بحث داخل و خارج هم ایشون اشاره کردن هر مرکز ثقلی که بخواد در داخل به وجود بیاد تبدیل میشه به یک اپوزیسیون فیک به خاطر سانسوری که وجود داره. من فکر میکنم منظورشون همین شعله سعدی و تبرزدی و اینجور چیزها بود که تحت رژی حکومت هستن. اما در رابطه با مرکز استقل خارج هم ایشون یک پیچیدگی دیگه ای رو تحت عنوان شبکه و ساختار مطرح کردن و حواله دادن ما رو به یک فیلمی که تهیه کردن، که به نظر من این اصلا در واقع از درست نیست که رهبری یک تشکیلاتی به اسم شورای مدیریت گذار فقط به استناد به این که شبکه و ساختار میتونه یک گفتمان جدیدی در رهبری مدل رهبری آینده کشور باشه، ما باید به اون استناد بکنیم و مرکز ثقل سیاسی در مرکز ثقل سیاسی ما این هستش که ما به یک فرد متمرکز در رهبری قناعت نکنیم، بلکه دنبال یک شورا و یک شبکه ساختار باشیم. این پیچیدگی به نظر من گفتمان ائتلافی اپوزیسیون رو دچار نوعی در واقع حرکت‌های کند و ریتم کسالت باری خواهد کرد. من از آقای شریعت مداری انتظار بیشتری دارم که این وضعیت رو تسریع ببخشن، نه اینکه با واژه‌های جدیدی که می‌سازن گفتمان مشترک رو به تأخیر و تعویق و پیچیدگی بندازن. سپاسگزارم. سپاس از شما. آقای افشین بابازاده نفر بعدی هستن که نوبت گرفتن. آقای بابازاده میکروفون در اختیار شماست. متشکرم. سلام به بینندگان این پادکست و دوستان. به نظر من در صحبت آقای شریعت مداری، مهندس شریعت مداری، چند تا نکته خیلی مهم بود در مورد اپوزیسیون. ایشون سه نکته رو مطرح کردن که انتقاداتی که به اپوزیسیون میشه و جواب دادن. فکر پاسخ بسیار درستی دادن، پاسخ بسیار حق به جانب و شرافتمندانه‌ای دادن در مورد اپوزیسیون در ایران. ببینین در دهه 60 و اوایل 70 تا اوایل 70 رژیم در صدد سرکوب اپوزیسیون بود در داخل و پیگیری رهبرانشون در خارج تا اونجایی که دستش میرسید بکشه. از لندن یک پدر پسر ما یادم ترور کردن که واقعا وزنی نبودن، در هایت پارک صحبت میکردن، این دو نفر رو در یه خونه با تیر خلاص کشتنشون و پلیس میدونست که کسی اینا رو کشته آشنا بوده. چند تا از رهبرهای چپای گروهای چپ کوچیکو، یکی در سوریه گرفتن بردن، یکی در سوئد رفته بود به سوریه، یکی رفته بود به یک کشور دیگه فقط ترورش کردن. در اروپا خب رهبران مهم کردها رو ترور کردن، آقای دکتر شرف کندی، دکتر قاسملو و بسیار کسی از خواننده‌ای مثلا فرخزاد نگذشتن، تیکه پارش کردن و این آدم رو کشتن و بسیاری بسیاری. این حدود من خودم به رقمی که داشتم 90 خورده بود و به نظر میاد که آقای مهندس شریعت مداری ارقام دقیق‌تری دارن، گفتن بالای 105 نفر یا 100 نفر و درسته. اما درست این جالبه که وقتی میرسه به دوران خاتمی که البته هنوز ادامه داشت این ترورها، ولی دهه 60 بسیار وسعت داشت و کسی خبر نداشت که از اپوزیسیون، از رهبرانی که از ایران فرار کردن
از رهبران گروه ها و شخصیت ها و حتی آدم های معمولی که فعال بودن، مثل پسر رضا فاضلی در مغازش، مغازه ویدیو فروشش در لندن بمب گذاشتن که پسرش کشته شد. هدفشون خود رضا فاضلی بود که خواننده بود، یه هنرپیشه بود و یک ویدیو فروش داشت و خب چند تا ویدیوی مثلا ضد حکومت هم داشت. از هر کسی که دستشون میرسید میکشتن و از عوامشون استفاده میکردن. اما از دهه 70 به بعد، یعنی بعد از اومدن خاتمی به سوی کار، یک شیوه دیگر به کار گرفتم. شیوه این بود که خب این اپوزیسیون بی اعتبارش بکنیم، اپوزیسیون برانداز، اپوزیسیون جدی نسبت به جمهوری اسلامی رو. چیکار کردن؟ اومدن یک لابی درست کردن از خبرنگارایی که از ایران اومدن به اینجا، اسم میخوام بیارم چون واقعا شرم‌آوره، همینطور از سیاستمداری که از سازمان چپ اومدن شدن به عنوان تحلیلگر خوشون مطرح میکردن در تلویزیون ها و بی بی سی یک جای مهمی شد، چون تنها جایی بود که اولین تلویزیون رو زدن به اصطلاح تأسیس کردن و اومدن اونجا تحلیل میدن، تحلیل هر هفته در مورد مسائل ایران و اگر اپوزیسیون شخصیتی بود اصلا دعوت نمی کردن. یعنی تو اپوزیسیون برانداز و اون چه که آقای شریعت مداری منظورشون است، اپوزیسیون جدی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو خواستن سر کردن که کنار بکشنش و در مد نظر نباشه و حرفاش نتون به گوش مردم برسه. و بعد یک ترفند دیگه هم را انداختن که اپوزیسیون کاری نمی کنه، بیکارن، یه مش تلویزیون دارن، مسخره. حتی در بعضی از خواننده های ایرانی مثلا کیوس که من واقعا فکر می‌کنم این آدم با استعدادیه، در یکی از ترانه‌هاش حتی مثلا اشاره می‌کنه مثلا به اپوزیسیونی که کلوات زده من فلان جلوی تلویزیون نشسته، تا این اندازه تأثیر باشه رو آدمایی که حتی خودشون رسما ضد جمهوری اسلامی بودن، ضد حکومت بودن. و این الان به جای رسیده که دیگه اون اپوزیسیون به اصطلاح کنار گذاشته شده، کنار گذاشته نشده، تو میدون مونده و آقای شریف مداری از اون داره دفاع می‌کنه، نه این اینایی که به نام اپوزیسیون هستن. من پیروزه در یکی از این کلاب خاصه دیدم که این آقای خبرنگار معروف که تا دیروز از خاتمی و از غیره غیره تمام جار اینا رو بسیم، حتی تو همین انتخابات حتی اطلاعات غلط روی تویترش گذاشته بود، دیدم طوری از محمد رضا شاه صحبت میکنه که واقعا فکر سلطنت طلبه. یعنی تا این اندازه این شخصیت‌ها رو بهشون میدون دادن. و این شخصیت جالبه که هم در بی بی سی مصاحبه میکردن باشون، هم در رسانه ها، هم در فلان و هم در جراید ایران باشون مصاحبه میکردن، روزنامه های ایران باشون مصاحبه میکردن از دو طرف. و میبینیم که امروز جامعه ایران به جای رسیده که این آگاهی سراسری به ویژه نسل جوان، به نظر من به ویژه نسلی که فکر کردن دیگه دورن از این اپوزیسیون، کسی با اینا کاری نداره، اونها که جذب شدن به جریان براندازی و به همین خاطر است که حتی دارن پته اینا رو آب می‌ریزن. و من فکر کنم این صحبت آقای شهید مداری بسیار مهم بود که بله اپوزیسیون ایران فعال بوده اما تمام میدون ازش گرفتن، اپوزیسیون فعال بوده اما این به طور کلی در حاشیه می‌خواستن هولش بدن و نتونست تو حاشیه هولش بدن، موند سر جایش باقی موند، امروز از اون حاشیه به مرکز به اصطلاح این جریان قرار گرفته. این فکر کنم نکته خیلی مهمیه و وقتی ما راجع به اپوزیسیون حرف میزنیم راجع به این اپوزیسیونی است که واقعا از این کوران، از این طوفان، از این سانسور عجیب و غریب جون و سالم در برده. به جای رسید مثلا تلویزیون حالا لس آنجلسیه و میبینی که مثلا نگاه میکنم 50 نفر دارن نگاه میکنن، اینو 50 نفر کم نیستش، بی بی سی امکان داره مثلا 150-200 دارته باشه با تمام اون امکانه، ولی این با پا یک مصاحبه ساده 50 دارت مثلا آقای واحدی من حرف میزنه 7000 نفر 60 نفر دارن مدیرش گوش میدن. و من فکرم دریان کاملا برگشته و این صحبت های ایشون واقعا به نظر انزن تاریخی خیلی اهمیت داره. حالا بقیه صحبت راجع به هویت های به اصطلاح قومی و غیره، من فکرم اون به همون اندازه در حاشی هست که جدای طلبی و تجزیه طلبی هستش، چون مردم در درون ایران به این هویت انقدر اهمیت نمیدن که امکان داره در اتاقای فکری یا یک سازمان ها یا یک سری شخصیت های سیاسی در خارج از ایران به این مسئله انگشت رو این زیاد میذارن که هویت مثلا کرد، هویت مثلا ترک، هویت غیره. در ایران هم من با اون کسی که در تماس هستم کرد هستم، اصلا این چیزا به این صورت نمیبینن خودشونو، خودشونو مردم تک به تک در بسیار جغرافیای ایران، در شهرهای مختلف، در محیط کارشون خودشون توی تعریف نمی‌کنن که این سیاستمدارا سعی می‌کنن بین‌سو تعریف بکنن. و این فکر کنم یک جاییه که اینم خودش رو در واقع تصحیح خواهد کرد، چون که اون واقعیت در درون مردم هستش، در کوچه و خیابون که دارن زندگی می‌کنن کنار هم دیگه. و این زندگی مردم چیز تازه‌ای نیستش، مثل عراق که یک کشوری باشه که مثلا دوران جنگ جهانی اول به هم دیگه سیریشش کردن، منگنش کردن، یا لیبی یا سوریه،
یک کشوری است که واقعا جا افتاده است، هزار سال مردم هم زندگی دارن میکنن. این قومیت چیز یه تعریفای تازه است که اینا میخوان القا بکنن به علوم سیاسی امروز ما، که من فکر نمیکنم قابل اون چسبندگی رو نداره از نظر جامعه شناسی به اصطلاح مردم شناسی ایرانی. خیلی ممنون. نفر بعد آقای شهرام عباس‌پور، بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم خانم قیاسم، با درود خدمت شما و همه دوستان. من صحبت زیادی ندارم، فقط میخواستم بگم دیروز از صحبت‌ها، پیشنهادات و نظرات آقای شریعت مداری خیلی استفاده کردم، همینطور از نظرات دوستان که امروز به نکاتی اشاره کردن. ولی تنها چیزی که منو نظرمو جلب کرد این راجع به هویت طلبی و تجزیه طلبی که آقای شریعت مداری بارها و بارها صحبت کردن، همینطور که دوستانی هم از ایران تماس میگیرن و از ایشون به خصوص از شخص ایشون سوال میکنن که شما آیا یه شخص تجزیه طلب هستید یا نه و آیا شورای گذار تجزیه طلب درونشون هست یا نه، مکرر ایشون گفتن که میتونید به اسناد ما رجوع بکنید و خود ایشون در همین ویدئو هم مثال زدن که در تبریز مردم به پا میخیزن و شعار میدن به دفاع از مردم خوزستان. پس این نشون میده که مردم آذربایجان تجزیه طلب نیستن، از کردستان میخیزن به دفاع از خوزستان، این نشون میده که مردم ما تجزیه طلب نیستن. ولی ایشون گفتن که گروه های خیلی کوچکی هستش که بعضن هم از طریق خود به اصطلاح دولت، نیروهای نظامی مثل سپاه، بسیج و لباس شخصی ها، اینا در واقع برنامه ریزی میشه. و برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد، ایشون بارها در صحبتاشون گفتن که از نظر حقوقی در جامعه مدرن امروز ادعای تجزیه طلبی جرم نیست و این رو ما هم من فکر میکنم بارها گفته ایم، چون از ادعا کردن تا اقدام کردن خیلی تفاوت داره و چگونه اقدام کردنش. ما سالیان سال به عنوان مثال میبینیم که در اسپانیا کاتالون ها خواهان استقلال هستند. بارها و بارها اعتراضات سراسری انجام شده، بارها و بارها این طرح لایحه احتمالاً به پارلمانشون رفته و رد شده و الان دیگه اینو من بارها مکررن از زبان آقای شریعت مداری شنیدم که ادعای به تجزیه طلبی جرم نیست. من فقط برای اینکه سوء تفاهمی پیش نیاد میخواستم اینو بگم که من خودم لااقل تصورم اینه که ایشون از نظر حقوقی، چون میدونم که با مسائل حقوقی امروز مدرن جهانم آشنا هستم، میخواستم بگم برای اینکه سوء تفاهمی پیش نیاد، ایشون میگن که ادعای تجزیه طلبی جرم نیست. خیلی متشکرم، دیگه بیشتر از این وقت دوستان نمیگیرم. ممنونم. سپاسگزارم. خانم سارا فرزاد، بفرمایید. البته خانم فرزاد خیلی وقتمون کمه. نه خیلی هم کوتاه صحبت من. بفرمایید، خواهش میکنم. من در پایان فقط میخواستم از اپوزیسیون تقاضا دارم، اما از حزب سکولار دموکرات ایران به نمایندگی آقای نوری علا در واقع این تقاضا رو میکنم که این رو از اپوزیسیون بخوان که ما در مسیر یک گفتمان مشترک داریم حرکت میکنیم. استفاده از واژه‌های پیچیده‌ای که بک‌گراند‌ها و عقبه‌های بسیار سنگینی داره در ادبیات رهبران اپوزیسیون میتونه آدرس‌های غلطی رو به مردم بده، ضمن اینکه مخاطبین اپوزیسیون و خود اپوزیسیون افراد روشنفکری خواهند بود و هستند که برای این واژه‌ها دنبال تحلیل می‌گردند. گفتن یک کلمه‌ای که هویت طلبی در واقع حقه، شاید برای کسانی که آقای شریعت مداری رو میشناسن حالا مثلا زیاد مهم نباشه، اما میتونه آدرس غلط باشه، میتونه بیان شبکه و ساختار، یعنی پیوسته اختصاصا آقای شریعت مداری در تمام صحبتاشون از واژه‌های جدید، از برنامه‌های جدید، از یک پیچیدگی‌های جدیدی صحبت میکنن که هر کدومش
ساعتها آدم به فکر وادار میشه که این ایشون داره چجوری فکر میکنه. ما باید در مسیر یک گفتمان ساده مشترک با مردم هم باشیم، نه فقط برای یک مخاطب خاص. سپاسگزارم. دوستان و همراهان گرامی، به پایان پادکست این هفته رسیدیم. به امید اینکه هموطنانمون هرچه زودتر از چنگال دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی آزاد بشن و زیر سقف سکولار دموکراسی به آرامش و پیشرفتی که سالیان زیادی از اون دور بودن برسن. بدرود.